میدونید واقعیت این است که حتی بر فرض این که روسیه جمهوری اسلامی رو متحد استراتژیک حالا خودش قلمداد بکنه و به ایران هم این رو بگه، روسیه اصلا در چه مقامی هست در سطح بین الملل در وضعیت فعلی به لحاظ توازن قوای استراتژیک قدرت‌های اصلی دنیا که بتونه مثلا منشأ اثر خیلی بزرگی برای جمهوری اسلامی باشه؟ در گذشته ظاهرا استدلال جمهوری اسلامی برای نزدیکی بیش از حد به روسیه این بوده که خب در شورای امنیت سازمان ملل متحد و در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی روسیه که خب صاحب حق وتو هست در مواردی مثلا از جمهوری اسلامی طرفداری بکنه یا به نفع ایران وارد عمل بشه، که اتفاقا در مواردی که اتفاقا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وضع شده تا جایی که اگر اشتباه نکنم در هیچ موردی روسیه این رو وتو نکرده، یعنی حتی در اون یک مورد هم کمک خاصی به جمهوری اسلامی نکردن. این که میگید که کجا قرار میگیرن در همین نظم جهانی، روسیه و جمهوری اسلامی هر دو معتقدند که یک نظم نوین جهانی قراره که برقرار بشه، آمریکا رو به افول، یعنی همین صحبت‌هایی که ما از علی خامنه‌ای و بقیه نظریه پردازان جمهوری اسلامی میشنویم راجع به اینکه دیگه کار آمریکا تمام شده، خیلی شبیه این رو در روسیه هم میشنویم. زمانی که همین حمله حماس به اسرائیل انجام شد، اولین کاری که پوتین کرد این که نه کسی رو محکوم کرد نه هیچی، اومد گفت این نتیجه شکست سیاست ایالات متحده در خاورمیانه است. مدام منتظر بهانه‌اند که نفوذ و قدرت ایالات متحده رو به زیر سوال بکشند. و خب در این روایت که ایالات متحده افول پیدا کرده، روسیه خودش رو پرچمدار و سردمدار روایت مقابله با این امپریالیسم و هژمونی غرب میدونه. بله، ولی خب این واقعیت این است که اینجوری نیست. یعنی اگر هم البته افول یا عروج همیشه یه چیز نسبی هست، یعنی یک رابطه نسبی هست، از این لحاظ اگر هم قرار باشه کسی در سطح جهان ادعای به اصطلاح این منتفع شدن از این تغییر موازنه قدرت رو داشته باشه، این چین هست نه روسیه. روسیه اگر سلاح هسته‌ایش رو بگیرید میشه تبدیل یک کشور جهان سومی واقعا با تفاوت چندانی حتی با خود جمهوری اسلامی به لحاظ سطح به اصطلاح پیشرفت اقتصادی و رفاه مردمش نداره. ولی خب این جی دی پی شون ولی خیلی بالاتر از ایران هست. خب نفت دیگه، یعنی تولید نفت دارن و از این لحاظ مثل جمهوری اسلامی کشور رانتخار هستن. از اون طرف ببینید حتی به لحاظ نظامی، خب سلاح هسته‌ای سلاحی نیست که شما هر روز مثلا ازش استفاده بکنید، یک چیز استراتژیک بازدارنده است. الان روسیه که بالاخره خودش قدرت، یعنی سو ابرقدرت حداقل دوم یا سوم دنیا میبینه، الان دو سال است که با یک کشور 40 میلیونی که تازه امکانات نظامی خیلی محدودی داره و خود ناتو هم حاضر نیست اون اسلحه‌ای که اوکراین میخواد بهش بده، باز هم نتونسته اوکراین رو تماما شکست بده، تلاش کرد کیف رو تسخیر بکنه نتونست. یعنی در واقع روسیه با یک کشور به لحاظ نظامی دست سوم یا چهارمی هم نتونست یک نبرد تعیین کننده نظامی بله رو بکنه. متین البته خب از اون طرف کارشناسان روسی میگن که ناتو و ایالات متحده به لحاظ تجهیزات نظامی خیلی به اوکراین کمک کردند، یکی از دلایلش میتونه این باشه. و این رو هم میگن که خب با تمام قوا روسیه حمله نکرده، یعنی همواره یک ملاحظه رو اونجا لحاظ کرده. بله، من فکر نمی‌کنم این درسته واقعا. یعنی روسیه منها اصلاح هسته‌ای تقریبا از هر چیزی که داشته استفاده کرده. برعکس در طرف مقابل همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، تازه بعد از دو سال آمریکا و غرب قبول کردن که یک تعداد F-16 هواپیمای F-16 به اوکراین بدن که خلبان‌های اوکراینی دارن تمرین می‌کنن که از اینا می‌تونن استفاده بکنن. یعنی دو سال هست که اوکراین اساساً بدون نیروی هوایی داره با روسیه می‌جنگه. از این لحاظ بله، ناتو طبیعتاً کمک کرده و می‌کنه، ولی اون کمکی که هم اوکراین هم میخواد و هم لازم داره رو ناتو هنوز بهش نداده، دقیقاً با این استدلال که ممکنه این به اصطلاح ناتو و اتحادیه اروپا و آمریکا رو به سوی یک تقابل مستقیم با روسیه که ممکنه منجر به جنگ هسته‌ای بشه خواهد کشون. از این لحاظ من فکر می‌کنم بله، یه تغییری در چیدمان قدرت بین‌الملل وجود داره، ولی قطب‌های اصلیش چین، اتحادیه اروپا و آمریکا هستن و نه روسیه و جمهوری اسلامی.